من و تو نیست، اگر نوکرش شدی خیلی حسین، زحمت ما را کشیدن. من اومدم بشم دای تو حسین، میخوام که سر بدم به پای تو حسین، دلم به جز تو را صدای تو حسین، فدای قربت صدای تو حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضای صابری هستم از کشور افغانستان. اگر خداوند قبول کنه سفر اول ما میشه که اینجا اومدیم. امسال سال اولی است که ما مشرف شدیم خدمت آقای ابو عبدالله الحسین، سرزمین کربلا، کشور عراق. اینکه شما چطور شد که کربلا شدید سوال میکنید، این است که از روزی که ما به دنیا اومدیم تا لحظه مرگمون آرزوی ما این است عنوان یک شیعه، یک بار از قبور ائمه اطهار در کشور عراق وجود دارد از نزدیک بازدید کنیم، اینجا را زیارت کنیم. اون مصائبی که ما هر لحظه زیر منابر شنیدیم، منقبت خانه‌های ما، نوح سرای ما، روضه‌خانه‌های ما، برای ما از لحظه ای که به دنیا آمدیم برای ما گفتن و خواندن از مصائب آقای امام حسین و یارانش، این آرزو در دل یکایک مردم افغانستان، خصوصا اهل تشیع افغانستان، اهل تشیعی که بسیار مظلوم است و بسیار معتقد هستند، در دل یکایک از اونها وجود داره آرزوی دیدار اینجا از نزدیک، زیارت قبور ائمه معصومین سلام الله علیها. لحظه‌ای که وارد سرزمین کربلا شدیم، لحظه‌ای که چشم ما به ذریح و گنبد و گلدسته های آقای امام حسین ابوالفضل عباس افتاد، آرزوی ما فقط این بود: خداوندا، خدایا، به آبروی این امام رؤوف، به آبروی این زائرینی که از فرسنگ ها دور دست خودشان رو به اینجا رساندن، برات همه مسلمین بدن. ما چیزی برای خودمون نمیخوایم. شخصا به عنوان یک زائر آقای امام عبدالله حسین، یک خدمتگزار این خاندان و ائمه، که افتخاری رو داشتم امسال با جمعی از زائرین افغانستان راه های بسیار طولانی رو به پای ماییم و اینجا برسیم، فقط از آقای عبدالله حسین خواسته و خواهان بودیم که هیچ کس از اینجا دست خالی بر نگرده، هر کس به آرزو و مراد خودش رسیده برگرده به وطنش، به دیارش، به او مناطق کوهستانی افغانستان که مربوط به قوم هزاره، مربوط به شیعیان افغانستان می باشن، که در سخت‌ترین مناطق زندگی می کنن با بدترین شرایط، ولی آرزوی بسیار زیادی در دل دارن آمدن به این بارگاه، آمدن به این سرزمین، دیدن این زیارتگاه ها، بویدن، بوسیدن، لمس کردن، عاشقانه زیارت کردن قبور ائمه اطهار سلام الله علیها. شیعیان افغانستان عموما دلباختگان ائمه هر ساله بابت برپا کردن خیمه اعضا، بابت آقای امام حسین و یارانش هر ساله شهید میدن،
آقا عبدالله الحسین شهید شد همراه یارانش. ولی امروز در افغانستان ما هر ساله هر لحظه به خاطر مذاهب اعتقادات این مردم شهید میشن، به خاطر 13 شب محرم، از شب اول محرم که این مردم عاشقانه یک سال منتظر هستن که در این 13 شب اینا بتانن به نحو احسن عزاداری های خود برپا کنن. باید زن و مرد از خودشان، از خانوادهشان، از ناموسشان دفاع کنن بابت احیای شب، بابت لحظاتی که باید اینا سوگوار آقا عبدالله حسین باشن. ما هر ساله شهید میدیم، شاید شما در اخبارها شنیده باشین و شاید هم نشنیده باشین. دوست دارم از اینجا خدمت شما عرض کنم، هر ساله ما بالای صدها شهید میدیم. امسال خوشبختانه الحمدلله مخصوصا در پایتخت بعد از اینکه مردم ما از سال گذشته درس عبرت گرفتن، با خبر شدن که ما شهید میشیم، باید که خود ما از خود ما دفاع کنیم. دولت ما حمایت بسیار ضعیفی داره، اگرچه شاید مشکلاتی فراروی اینا باشه که نتوانن به نحو حسن از مردم ما دفاع کنن، به خاطر کشور کشوری است که در حالت جنگ است، کشوری است که دشمنان بیرونی و داخلی بسیار زیادی داره. داعش، وهابیت، طالبان در این کشور هستن. اما خوشبختانه امسال مردم ما پیر جوان، زن و کودک یک به یک سلاح به دست خود گرفته پیش مساجد استاد شدن، از حق خودشان دفاع کردن بابت عزاداری. شاید در هیچ گوشه دنیا شما شاهده صحنه ها نباشید که بابت عزاداری آقا عبدالله الحسین شما سلاح به دست پیش مساجد تکیه خانه ها حسینی ها استاد شدید. ولی مردم ما را به خاک خون میکشن. او شیعه افغانستان، او شیعه ای که مخلصانه دوستدار ائمه اطهار هستن، او شیعه ای که خونشان به کف دستشان هست، لحظه به لحظه مورد تهدید قرار میگیرن، ولی هیچ وقت از آرمانهایشان، از آرمانهای ابا عبدالله الحسین و یارانش هیچ وقت پس نمیشینن. ما دوست دارم خدمت یکایک بینندگانتان عرض کنم، برای شیعه افغانستان، شیعه مظلوم افغانستان دعا کنید. این مردم بسیار سختی ها و مشقات رو میبینن، بابت یک لحظه عزاداری کردنشان خونشان به کف دستشان هستن. راه های طولانی رو میاین. شما از ما پرسان کردین چطور شما وارد عراق خواهید شد، چطور وارد عراق شدید. خدمتتان عرض میکنم، یک ماه قبل از اربعین حسینی ما مجبور هستیم مسافت طولانی را تا کشور ایران بیاییم برای زائرین ما، به خاطری که سفارت عراق در افغانستان 3 سال می شود که کار نمی کنه. یعنی خدمات ویزا برای زائرین افغانستانی در وقت اربعینه نداره. ما مجبور هستیم، شخصا خودم که صاحب یک شرکت زیارتی و سیاحتی هستم در کابل، مجبور هستیم که از افغانستان بیاییم به ایران، مثلا در مشهد مقدس یا در تهران، برای زائرین ما ویزا را تهیه کنیم، ویزای اربعینه عراق، و پس این مسیر برگردیم به ایران که بتوانیم زائر خودمان از دورترین نقاط افغانستان، از مناطق کوهستانی که همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم حداقل منفی 40 درجه سرمای اونجا هستن، این مردم مجبورن یک روز دو روز در او راه های صعب العبور فقط به عشق آقا عبدالله الحسین و عشق زیارت اینجا آمدن به اینجا، راه های طولانی رو بیاین و خودشان از فرسنگ ها راه دور تا به اینجا برسانن. بله واقعا که همین موضوع هسته. وقتی که صحبت از مذهب و دین میشه، شیعه افغانستان، شیعه مخلص افغانستان از جان، مال، از ناموس خود تیر میشه به خاطر ای که از عقاید خود تیر نشه. ما سالهای سال زیر احرام فشار بودیم، سالهای سال مذهب جعفری، فقه جعفری در افغانستان به رسمیت شناخته نمیشد. امسال شکر خدا الحمدلله با استقامت مردم ما، با سربلندی میتونیم اعلام کنیم که شیعه افغانستان مذهبش مذهب جعفری به رسمیت شناخته شده. مردم ما
با تمام تهدیدهایی که وجود داره، با شبنامه هایی که پخش میشه به در مساجد، شبها پخش میکنه گروه طالبان، گروه داعش، گروه القاعده و صدها گروهکهایی که بر ضد مذهب، بر ضد اتحاد ملی افغانستان فعالیت میکنند، بر ضد امنیت آسایش مردم فعالیت میکنند، که این مردم مساجد نبیایین، ما مشکل داریم با شما، شما کشته میشید، به خاک خون کشیده میشید که شاهد هستین، ولی باز هم مردم ما عشق حسینی در دلشان هست، هیهات من نزله یه همیشه شعارشان بوده، زیر بار ظلم نرفتن. شیعه مظلوم افغانستان با تمام مشکلاتی که داره باز هم به جای خود استاده، به پای خود استاده، در مقابل ظلم و ستم از اعتقادات خود تر نمیشه. در مورد سؤال شما، عشق حسینی، عشق به خاندان اهل بیت سینه به سینه منتقل میشه بین جوانان افغانستان، بین یکایک تشیع افغانستان. این آتشی که در دل ما وجود داره هر روز شعله برتر میشه به خاطر مظلومیتی که ما داریم و میبینیم. ببینید وقتی یک طفل ما به دنیا میاد، در یک گوشه و اذان در یک گوشه و اقامه گفته میشه، کوشش بری است که اولین کام کودک خودشانه با تربت کربلای معلا، با خاک کربلای معلا کام یک کودک ما باز شوه. کوشش بری میشه که نامی بر از او انتخاب شوه که نامی باشه از ائمه معصومین. وقتی که ما به دنیا میاییم، وقتی که لحظه ای که ما شیر میخوره از سینه مادر یک طفل ما، حتما مادر زیر منبر است، حتما روزه آقای امام حسین میشنوه. از اون لحظه در گوش، در دل، در جان یک طفل ما عشق حسینی هر روز این نهالش روز به روز آبیاری شده، روز به روز رشد کرده. وقتی که جوان میشه در آرزوی دیدار آقای خود، مولای خود هستم. پس این شعله هیچ وقت خاموش نمیشه. ما کشته میدهیم، ما شهید میدهیم، ما خون ما رو در راه میدهیم، ولی از اعتقاد خود پس نمیمانیم. اگر ما میخواستیم بترسیم، سالهای گذشته ما صدها صدها شهید دادیم. انتحاری در مسجد ما شد، انتحاری در سرک ما شد، کشتن مردم ما را، شهید کردن، ولی باعث نشد که مردم دست از اعتقادات خود بردارن. برعکس، شعله آتش عشق آقای امام حسین در دل ما روز به روز شعله برتر شد، روز به روز عاشقان آقای امام حسین زیادتر و زیادتر شد. بله، واقعا آقا عبدالله الحسین نه فقط مال مسلمان ها، نه فقط مال تشیع و نه فقط مال تسنن. ما متاسفانه بابت مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و ما نمیتونیم که در راهپیمایی بزرگ اربعینه شرکت کنیم، چرا که هر ساله ویزاهای ما، روادید ما را بسیار دیر به ما میدن و ما زمانی به کربلای معلا میرسیم که دیگه زائرا از راهپیمایی در حال برگشتن به خانه و ممالکشان هستند و ما تازه وارد عراق میشیم. و این آرزو به دل خیلی از زائرین آقا عبدالله الحسین هست که پای پیاده بیاین. میدانه که این مردم میاین، اگر اجازهش باشه از خود افغانستان، از دهکوره های افغانستان پای پیاده یک ماه دو ماه در راه میشن و خودشان رو میرسن، ولی متاسفانه ما نمیتونیم به این آرزوی خود برسیم بابت مشکلاتی که وجود داره. ولی ما از طریق تلویزیون، از طریق رسانه‌های اجتماعی میبینیم که نه فقط تشیع، نه فقط تسنن، نه فقط مسلمان، بلکه از هر مذهب و دینی در راهپیمایی آقا عبدالله الحسین شرکت میکنن. این نشان دهنده از این است که شور حسینی در دل هر انسان، هر وجدان بیدار وجود داره. هر کس که وجدانش بیدار باشه، وقتی که این شور حسینی را، این میلیون ها زائر میبینه که پای پیاده از راه های دور خودشان به اینجا میرسانن، متوجه عظمت و یک معجزه میشه، واقعیت هایی را درک میکنه که شاید با هیچ چیز دیگه مقایسه نشه و نشه برای او یک مثال به دست برای شما گفته شده. راه ارتباط با ائمه یک لحظه دل شکسته است. وقتی که ارتباط تو با ائمه معصومین از دل باشه، وقتی لحظه ای که تو
فکر میکنی به گذشتت، به حالت، به آیندت، وقتی که تو در نظر میگیری که تو یک انسانی هستی، یک روزی آمدی و یک روزی میری، ولی شعار کربلا، شعار آقای امام حسینی بود، آزاده باشین و آزاده زندگی کنید. هر انسانی در گوشه گوشه کره خاکی شاید که دوست نداشته باشه بنده کسی باشه، شاید که دوست نداشته باشه زیر بار کسی زوری باشه، دوست داره که آزاده باشه. ای که بخوای در رابطه با او اولین لحظه ای که چشمت به ذریح گلدسته های حرم و حرمسرای آقا عبدالله حسین میفته بخوایی رو توصیف کنی، واقعا سخت است. یه نه فقط من، شاید کسی دیگه هم نتونه او حالتی که وجود به وجود میآید در دل انسان او رو بخوای توصیف کنه. ولی لحظه ای که چشمم به ذریح آقای امام حسین افتاد، یاد او 33 سالی افتادم چشم انتظاری لحظه بودم، همیشه آرزو میکردم. سال گذشته تمام روادید من آماده شده بود برای رسیدن به اینجا، ولی متاسفانه به یک دلیل نتونستم بیام. اون شبی که شب اربعین آقا ابا عبدالله حسین بود، من در خانه تنها بودم، زیاد گریه کردم، زیاد ناله کردم، کسی هم نبود، تمام فامیل آماده بودن، فقط تک و تنها من در خانه بودم. زیاد زاری کردم، زیاد ناله کردم، زیاد گریه کردم. تلویزیون، از طریق تلویزیون شما پخش مستقیم بود، داشت نشان میداد ذریح آقای امام حسین، زائرین که داشته می آمدن. زیاد دلم شکست. یک سال یک عاشق چشم انتظار منتظر باشه به وصل یارش، اینه شما حالا در ذهنتون فکر کنید. یک سال چشم انتظار بودم، یک سالی که هر لحظش، هر ثانیش برم یک سال تیر شد. نخیر، او چیزی که ما دیده بودیم از دریچه دوربین دیده بودیم یا از تلویزیون دیده بودیم، از رسانه‌های اجتماعی در رابطه با کربلای معلا، با او چیزی که خودت می‌بینی بسیار فرق می‌کنه. یک ضرب المثل فارسی بسیار شیرین هست، اینجا جایش هست که براتون بگم. میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. باور کنید وقتی که وارد این خاک میشین، یکی چیزی که به شما میخوایم بگم، باید عاشق باشی، واقعا باید دلداده باشی. یک عطر و بویی به مشامت میرسه که این عطر و بو در هر گوشش هسته. شاید خیلی هایی چیز تجربه نکنن، ولی باور کنید من تجربه کردم. وقتی که وارد این صحن و سرام میشی، این عطر و بو، این لذت که اینجا داره، یک احساس آرامشی که داری، باور کنید که نمیشه جایگزینی برایش پیدا کرد. اولین خواسته ما این بود از آقا عبدالله حسین. من برای خودم چیزی نخواستم تا این لحظه، یعنی وقتی که چشمم به ذریح و بارگاه آقا عبدالله حسین افتاد، ظهور آقای امام زمان تعجیلش خواستم از آقا عبدالله حسین، ایشان بیاین دنیا رو گل گلستان کنه. فقط یک دلداده میتونه، یک عاشق میتونه در رابطه با این موضوع صحبت کنه. وقتی که تو قدم برمیداری، وقتی که تو چشمت به ظاهری میفته، وقتی که تو در جایگاهی هستی که میدانی نقطه پرگار کره زمین است، نقطه مرکز کره زمین است، تمام فرشته های آسمانی هر لحظه در تکاپو هستن، تو رو میبینن، هیچ نمیشه ایره فکر کنی که تو اینجا تنها هستی. نه، اینجا وقتی وارد میشی یک اجر قرب دیگه ای داره، یک حال هوای دیگه داره. براتون گفتم عاشق وقتی اینجا میاد به معشوق خود میرسه، و عطر و بویی که در اینجا وجود داره لحظه لحظه به مشامت میرسه. دل کندن از اینجا خیلی سخته. واقعا ما 4 روز است که اینجا هستیم، فردا رو انشاءالله همراه کاروان، همراه زائرین که همراه ما هستن از افغانستان تشریف آوردن طرف نجف اشرف، کاظمین و سامرا، و
و دیگر اماکن مقدسه کشور عراق ما میریم. دل کندن از اینجا بریم خیلی سخته. از یک از دوستان پرسان کردم از نجف اشرف تا کربلای مولا چقدر راه است؟ گفت تقریبا یک ساعت راه است همراه موتر که بیاین. تو مشکل نداره، من اگر شب در برگشت باز هم یک ساعت خودم میرسانم. من که ساعت‌ها روزها در راه بودم، یک ساعت دوباره. دل کندن از اینجا بسیار سخت است. از امین لحظه به فکر ای هستم چطوری ودا کنم، ولی ودام نکردم با آقا ابوعبدالله حسینم. ودا نکردم، از آقا ابوعبدالله حسین خواستم که هر سال مرا به پابوس خودش بخواید. من همراه تمام عاشقان بیاریم. ولی همی قبل شما میگم آقایی بود که تا آخرین لحظه کوشش کرد یک نفر دیگرم بیاره طرف اسلام، بیاره سعادت، بیاره طرف خوشبختی آخرت. حرف آخر ما
به عنوان یک شیعه افغانستان، به عنوان یک دل سوخته، به عنوان کسی که راه های دوری را باید بپیماید تا به اینجا برسه. حرف آخرم است که مردم مظلوم، شیعه مظلوم افغانستان، توجه داشته باشیم بهش، دنبال کنید، ببینید که این مردم به خاطر دینشان، به خاطر مذهبشان چه سختی ها رو میکشن. شاید ما نگم نمیخوایم که الگو باشیم، نه، ولی باور کنید ما به خاطر یک عزیداری باید خون ما رو بدیم، باید شهید بدیم، کشته بدیم. از شما میخوایم، از کل بیننده هایی که ما رو میبینن، بیایید، بیایید به خاطر خودتان، سعادتمندی خودتان، به خاطر خوشحالی آقا عبدالله حسین، یارانش و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، همیشه مکتب حسینی رو زنده نگه دارید. کوشش کنید حسینی باشید، حسینی بمانید. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. زمان و تنهی اگر نوکرش شدی خیلی حسین، زحمت ما